به نام یاد خدا عرض سلام احترام دارم خدمت همه شما بینندگان شبکه افکاره. امیدوار هستم که در هر کجایی که هستین خوب و خوش باشید. امروز ما در کنار انجینیر عبدالخالق هستم که قرار است راهی که سرک انگوری را به پول برات وصل می‌سازد از منطقه قادی، قرار است که سرک جور شود. در مورد این بیشتر با انجینیر عبدالخالق صحبت می‌کنیم. سلام اینجا صاحب، خوب هستید؟ سلام علیکم جان، خوب خیر، خوب هستید؟ اینجا صاحب، با جزئیات کاری سرک را اگر برای ما و بینندگان ما شریک کنید. سلام دوستای عزیز و گرامی، نگه خداوند شما را به حفظ سلامت خود داشته باشد. نگه ما همین سرک چاکتو بسیار معروف است، یعنی سرکی که از پولی برات تیر میشیم طرف شهرهای سنگماشه انگوری، واقعا بسیار خراب بود، بسیار مردم وضعیت بود. ما از بسیار مدت ها تصمیم گرفته بودیم که همین سرک را به یک شکلی بسازیم که تا مردم از این مشکل خلاص شود. در واقع چند سال پیش هم ما یک درخواست داده بودیم در دولت که همین سرک از منطقه پیدگه الا سرک تا اوی روغنی قادی همین سرک کار شود که همین شهرهای بابا سنگماشه را کوتاه کنه به شهرهای سنگماشه انگوری که ده حدوداً تقریباً 20 تا 25 کیلومتری را کوتاه میشه و برای مردم بسیار از نگاه اقتصادی مفید و مثبت خواهد بود. خب ما هم فعلا با می دست خالی، چون از طرف دولت ناامید شدیم، از طرف جای دیگه هم ناامید شدیم دیگه، خواستیم که همین کار را آغاز کنیم فقط به امید دوستایی که ما را کمک کنه، یاری کنه. چون هر روز ما خانه ما کسر روبروی چاکتو قرار داره، هر روز میبینیم که واقعا مردم بسیار به مشکل است، بسیار برنج است، به عذاب است. از نایه چاکتو من در اینجا موترایش کمزورینه، بند میماند، زمستان اینجا یخک میگیرد، بسیار شیب از سرک بسیار زیاد است. از نگاه سرکسازی این واقعا تقریبا ما سیل کردیم در حدود 20% یا 25% شیب سرک است. خب ما همین قسمت دوباره پیش خود نقشه کردیم که شیب سرک باید کم بسازیم مطابق معیارهایی که فعلا موجود است. اصلا سرک از 15% باید بالاتر شیب نداشته باشه، مایل نداشته باشد دیگه. ما همین حدودا تقریبا از 10 الی 12% فعلا مایل از در نظر گرفتیم که هر نوع وسایل بتونه که از این سرک دوبر مرور کنه. یعنی سرک سابقه را ما مکمل اعلان کردیم از قسمت پایین تر از این، البته یک ذره هزینه بردار است، یک ذره کارش مشکل ثقیل است. ما فقط به امید دوستایی که ما را بتونه که کمک کنه، یاری کنه، همزو قسمت در نظر گرفتیم. چون هر روز نمیشه که آدم یک کار را آغاز کنه و باز دوباره نیاز به ترمیم باشد، نیاز به تغییر سرک باشد دیگه. ما ضرورت دارستیم خیر است اگر کار طولانیم شوه یا کار به مشکل پیش بره، منتها همون سرکی که ما نقشه کردیم همین سرک پیش بره که داینده مردم دچار مشکل و اذیت و آزار قرار نگیره دیگه. این امروز کس دوی سرطان است، روز دویومی آغاز از کار است دیگه. تقریبا ما سرک خامه که تغییر دیدیم بودن در حدود 600-700 متر ساحه کار شده و در اون ساحه که بسیار ساحه سنگی و کوهی و خطرناک است تقریبا 50 الی 100 متر فاصله داریم که صبح بخیر در اونجا میرسیم. یعنی روز چهارم یا سیوم بعد از ظهر ما در سایه بسیار خطرناکی که میشه مردم در اونجا مورد آزار و اذیت قرار میگیره در اونجا خواهد رسیدیم دیگه. و امیدی دوستایی هستیم که ما را کمک کنه، یاری کنه. اگر انشالله تانستیم همین سایه بسیار خراب را خوب سیتر جور بیتانیم و امیر تا پولی برات ادامه خواهد دادیم. اگر امکانات بیشتر بود امیر این طرف هم تا پولی اورونی را ادامه خواهد دادیم که واقعا امیر بین دو مسیر بسیار، بین دو پول بسیار وضعیت را خراب است. دوستایی که از این منطقه تیر شدن شاید خبر باشن یا ما را میبینن و امیر را دیدن که چقدر مردم روزانه از اینجی به مشکلی تیر بر میشه. دال که سرک دوستایی که ما رو میبینن اگر ندیده باشد یک سرک بسیار پر رفت رو است. این شاید تقریبا 30 تا 40% قراضیات جاغوری کسایی که طرف اتقال انگوری و داله و امبلاغ و پاتو تا طرف قندار و طرف پاکستان ایران ما را همزی مسیر رفت رو دارن دیگه. همچنین این دوستایی که از این طرف ماین هم همزی مسیر طرفی مثلا پشی و شرداغ و بابا و چاو
و می رقم تا قسمت های از اوروزگان تا قسمت های زیاد از مالستان زردک زولی کل شمزی مسیر مارد، چون 25 کیلومتری را از مسیر سنگماشه دیگه نزدیک میشه به این طرف. 25 کیلومتر بسیار مسافه بسیار طولانی است که اگر این رال ما خوبتر بسازیم دوستای ما شاید آبرین ما دو برابر است یه برابر خواهد از این را استفاده کرد. دیگه اینمی دوستا ما رو میبینن، فقط ما کار آغاز کردیم با هیچ چیزی در دست نداریم و هیچ کدام منبعی ما را خلاصه تانوز تمویل نکرده، فقط با امید از ایستم که دوستای چی در داخل منطقه چی در بیرون منطقه دیگه با می کار خیر خود به ثوابش شریک شوه، مثلا ما رو کمک کنن از ده افغانی شروع تا هر قدری که وضع شست ما به دیده قدر میبینیم و منگریم کمک های دوستا را، حتی اگر دیگه هیچ اگر کمک مالیم نمیکنه یک کمک معنوی یک ما را دمیجی تنها نگذاره یک بیایه تشویق کنه بیایه در پالوی ما دیگه خیر است. اگر در کار هم اگر سم نمیگره حداقل بگو یک این کار شما کاری خوب است کاری بد نیست، چون سرک مربوط یک فامیل و یک قریه و یک آقل نیست، سرک عام است تمام مردم از استفاده مونم، حتی میوان از استفاده براحتی از اینجا تربیر میشه بسیار کار نیک کار خوب است. مردمی که از بیرون از منطقه ما از اینجا استفاده بسیار کار نیک کار خوب است، مردمی که خلاصه با وسایط های بسیار پیش پا افتاده از توسط مثلا اولاغ و مرکب و یا مثلا ایوان خود از اینجا که تیر براحتی تیر بیر میشه بسیار بسیار کمک و خوب است که مردم بیتنه که بس براحتی زیرا عبور مرور کنه. اجنه صاحب هم در قسمتی صحبت کنین که کار را فعلا از کدام از دان قسمت شما آغاز کردین؟ ما کار را تقریبا از کوتل که ختم قادی است، چون ساحه همونج خراب بود گلایی بود توبلی، از اونجا شروع کردیم طرف پول برات پیش میریم، چون اصلا میخواستیم که باید در سایه چاکتو رو دفعه اول شروع کنیم. دیگه ما دیدیم که طرف هم بسیار خراب است، دیگه دوستای ما میبینه که این کار آغاز شده، دیگه او قدر ساحه نبود، شاید در حدود 500 یا 700 متر سایه خاکه است که ایرم بخیر صبح خلاص مونیم دیگه میریم طرف اصلی که ساحه بسیار خراب است که چاکتو باشد. با زمین ادامه میدیم، اگر کمک دوستا آمد در این سرک تا پول برات پیش میریم، اگر بازم دیدیم که دوستا ما رو تشویق کردن تشویق مالی کردن در این بخش دیگه ما این طرف باز ادامه میدیم تا پول قادی یا تا مو سرکی که طرف انگوری سنگماشه وصل چیز شده امتداد پیدا کرده یه به او وصل مانیم. در قسمت خود چاکتو صحبت کنید، امی اینجا بسیار سوال عبوره مطرح که همیشه چون اینجا هستیم عبور میکنه بسیار بسیار سختی از اینجا. شما در راه بدیلی که اینجا برش انتخاب کردین آیا کدام پول و پول چک دم در نظر گرفتین؟ آیا بو سنگای زیادی که در اینجا هست با اوناش کار فعلا خو یک پولی پولچگی یک متره گذشته از چاکتو در اینجا یک دو سه درخت است که باید در نظر گرفته شود، اگر کلانتر شود چون در اینجا اگر سیلی تگه پایی که میه چون یک شیله است و هم زمنان کمک عوام دارم و مالک زمینم خواهان عزیز است که یک پولچگ ساخته شود در اینجا اگر اوی تگه پایی میه از زیر پولچگ بره دیگه برزی مردم ضرر وارد نشه. گذشته از یک کنم سیله و ایتگه پایی که میشم از زیر پلچک بره که برای سرک قاسب نرسه و پلچک دویوم گذشت تیر شده همزی سایه بسیار خراب در خودی جری چاکتو، اگر ما امکانات داشتیم یک پلچک دو متره در اونجی که ساخته شده خوبی زود در کجا هسته که اگر ما پلچک دو متره ساخته بسازیم چون شیلی که در اونجی قرار داره سیل داره دیگه یک که سرک تخریب نمیتونه، دویی که ما پلچک اگه بسازیم به ارتفاع یک دو متر یا یک نیم متر بسیار میلی که سند طرفی چاکتو پیش میم بسیار کم میشه چون پر شد وقت که پر شونه میل خود به خود پایین میاد که هر رقم موتر باربری و مثلا سواری میتونه که بسیار با سادگی از اینجا عبور مرور کنه. سرک بدیلی که شما پیشتر گفتم انتخاب کردین در کدام قسمتی سرک اصلی وصل میشه؟ سرگ بدیلی که ما انتخاب کردیم چون همون ساحه که بسیار مردم به عذاب بود از او پایینتر تقریبا در حدود 30 متر پایینتر از اونجا گرفته شده به صورت مایل بخی کاملا سرگ سابقه اعلام شد مایه قسمت های پایینتر از او و او امتداد پیدا نمایه تا دوستایی که ما را به تصویر میبیند تا این قسمت
دیگه مکمل از سرک سابقه جدا شده، در اینجا باز به سرک سابقه وصل میشه که اینمی حدوداً در حدود 400 الی 500 متر طول مکمل سرک نو یا سرک جدید است که مکمل نو احداث میشه، از سرک سابقه کاملا جدا است صرف به خاطر که میل از کم است و بتونه که هر نو وسایط از اینجا رفتار کنه و بدون از اینکه در کدام جای بند بمانه یا در کدام جای به مشکل مواجه شو از نگاه شیب سرک از نگاه میل سرک. خب در قسمت هاورکاری ما پیشتر اینجا دیدیم که تعداد افراد اینجا کار میکنه، آیا اونا به صورت تیموتر داوطلبانه است یا نه به صورت روزانه؟ نه، دوستایی که اینجا آمدن ما یک 4-5 نفر گیتیم وقت که سرک کار میشه، چون اسکواتر یا وسایلی که کار نمیتونه که به صورت بسیار خوب سرک را لیول کاری کنه، ما مجبور شدیم که باید یک 4-5 نفر بیریم که حتی قلم و سنگایی که در مسیر است بعض جایی که بسیار چوکوری تگه پاسته اما را لیول کاری کنه، سنگایش بیچنه که تا برای آبرین ما، برای مسافرین ما، برای کسایی که متردار است از اینجا بیتونه که براحتی عبور مرور کنه. و اونا کسیم ما فعلا داخل حاضری گرفتیم دیگه، برای اونا اگر دوستای ما کمک کردن خو ماش در نظر گرفته شد، چون اینا کسایی هستن که مستقترین مردم هایی هستن داخل منطقه قرار دارن. ما همزون مردم ها انتخاب کردیم که بیاین در اینجا، خدا شاید یک دست را برای ما دراز کنه که حداقل همی سرک برای همزی تعداد مردم یک سببی باشد، یک واسطه باشد که یک لغمانان برای زی مردم هم برسه. خب بسیار خوب، در صورت کلی امو براورد شما که شما یک براورد هم اطمان داشتین دیگه، چقدر هزینه برای ساخت این سرک کس نیاز؟ به خدا ما گرچه براورد کلی نداشتیم، چون در این قسمت چاکتو در حدود یکان 150 متر کاملا سنگ است، یک بسیار منطقه خراب است که در اینجا ما امروز امرای یک کسی که برمکار است امرای زو گپ زده بودیم گرچه سبکی و او هم پشیمان شد، بازم یک کمک امرایش گفتیم که خیر نرخت بالا میبریم تا بیتنیم که این قسمت ها را توسط انفجار خلاصه مسیرهایی که بسیار چیز است، نمو سنگهای بسیار کلان است که همین سنگها را از راه برطرف کنیم دیگه. در اینجا اگر ما دوستای ما اگر کمک بیتن از پول برات الا پول قادی شاید در حدود 1 میلیون افغانی یا کمتر شاید ضرورت شود، چون پولچک در کار داره، بسیار جایش باید سنگ و سیمیت شود دیگه. اگر ما تلاش نمی که اینجا 1 افغانی حساب به جای مصرف نشه، هر قدر که کمتر مصرف شود، کمتر در اینجا خلاصه چی شود به جای مصرف شود، ما جلوگیری مونیم. حتی اینم اینجا دوستایی که ما چاشت از خانه خونان میارن دیگه چای نمیزین جزی همزی هیزوم و چوبی که طرف طرف هسته بخشه خود چای منن و همی بیلی که هسته ما از خانه خود شخصا برش یک چای مایی تگه پا میاریم شوانه ما میارم و بریم صرفا که همی کارار را بفته خیر هسته هم یک چند مدتی که همی وسایید دمیجی کار نه دیگه گپ نداره نمرایش همکاری شد، چون یا مردم هایی هسته که از داخل منطقه نیستن، دریور ازی از قسمت های روزگان است، خودی اسکواتر از مردم های لخشگ ایدر هستن که در اینجا هم دوا نمیتونه که شوانه خانه خبرن سوبکی پس بیه دیگه. فعلا برآورد ما در این حدود است، امکان داره که ازی شاید کمتر شود، شاید ممکن است اضافه تشه. اگر اضافه شد دوستای اگر کمک کرد ما تصمیم داره گرفتیم که همین سرک را همین ادامه بدیم تا پیدگره که واقعا همین سرگ بابت سنگماشه را از رای کوتاهشی وصل کنیم با سرگ سنگماشه انگوری در قسمت قادی. بسیار خوب، به اینجا صاحب در اخیر برنامه قرار دادم، اگر گفتنی یا پیامی داشته باشین برای کسایی که شما را میبینن. خب ما اول سلامتی و بهبودی و موفقیت کل دوستایی که ما را میبینه دیگه آرزو داریم، از خداوند منان خواهشمندم که دوستای ما را در پناه و اسمت خود نگه دارد دیگه. گپ ما ایست که ما فقط تصمیم گرفتیم که قسمت های خرابی وطن را بسازیم دیگه، روز به روز باید منطقه از هر نگاه خود اصلاح شود، مردم دچار مشکل نباشد، مشکلات مردم باید کم شود از نگاه اقتصادی دیگه، چون سرک عام است، سرک واقعا شاهرای اقتصادی مردم است و واقعا مردم از این راه چقدر مردم استفاده مبره، امیال دمی راه است، مردم بسیار به مشکل مواجه است، مریضش به دکتر نمیرسد،
از مسافرت خود میمانه، بسیار مسیرهای دور رو باید طی کنه، بنان دوستایی که ما رو میبینه و ما تشویق ما به این است که در هر گوشه از وطن، چی در جاغوری باشه چی در جای دیگه باشد، دیگه دوستا در قسمت بازسازی، در قسمت بهتر شدن را، در قسمت که مردم راحت شوه، مردم اقتصادش خوب شوه، مردم آسوده تر شوه از گذشته که در فعلا چون وسایل زیاد شده، دیگه اقدام کنه وطن ما ساخته شوه تا به کی خارجی ها بیایم وطن ما رو بسازه، تا به کی ما منتظر بیگانه باشیم، خود ما دست به کار شویم. خیر است همو چهار و پیره که دوستا پیدا کردن همو را نصف کنن، دیگه همو را صدقه میگن یا به حساب کمک میگن یا به حساب هر چیزی که در ذهنش هست، دیگه به می جایی که موریدی باسازی است باید ایجاب مونه که باسازی شوه، ایجاب مونه که باید اصلاح شوه، دیگه کمک کنن، دیگه کار بسیار نیک و کار بسیار خوب خواهد بود. اساسا یعنی وطن به می شکل ساخته میشه، ما یک دفعه نمیتونیم که کل وطن بسازیم، ما یک دفعه نمیتونیم بسیار کارهای کلان کنیم، خیر خورد خورد اما جایی که واقعا مردم مشکل داره، اما منطقه را ما کم کم هر کس به نوبه خود، یک رساله از من نیست یا از یک دوست دیگه ما نیست، همگی باید این تلاش کنه که همین راهایش ساخته شود، پول ساخته شود، دیگه در قسمت آب مردم کمک کنن، در قسمت زراعت مردم کمک کنن، در قسمت کارهای دیگه که برای چهار خانه غریب حداقل در مقابل یک کار یک کمک شود، نه ما یک مخالف باییستم که مردم کمک کنه برای خانوادهایی که زراعت داره بدون کدام دستاوردی، و او خانواده مستحق ما را ممکن است که برای چند روز کمک بشه ولی اونا را مفتخور مونه. ما اگر بتانیم که این کمک های خود در بدل یک کار برای مردم داشته باشیم بسیار کار خوب است، کم وطن ساخته میشه، هم همو مستحقین ما، هم همو بیچاره یا مثلا مردم هایی که مشکل اقتصادی داره برای زوا کمک میشه، اونا برش کار پیدا میشه، یعنی اشتغال زایی میشه. دیگه در خاتمه از دوستایی که ما رو میبینن، از برادرایی که چی از داخل منطقه هست چی از بیرون منطقه هست، دیگه ما فعلا در موقعیت قرار داریم که تقریبا ختمی کاری دروزی ماست که میریم طرف پول برات، واقعا یک جای بسیار مشکل است که انشالله دیگه تای روزای آینده نشندان دور تا یک هفته یا دو هفته دیگر شما شاهد خواد بودید که ما منطقه را خواد زدیم و یک سرگی خوبتری را از امروز که در شما شاهد خواد بودید که دوستای ما بسیار براحتی و با لبخند از اینجا عبور و مرور خواد کردن. تشکر این نشته، سلامت باشید. زنده. صحبت های انجینر عبدالخالق را شنیدید از مسیر سرک قادی الی پل برات. تا برنامه دیگر، بدرود.